حجت الاسلام و المسلمین سید علی حسن حسینی خراسانی عضو دفتر بزرگ مرجع جهان تشیع آیت الله رزماسه صادق حسینی شیرازی دامزله در شهر کابل پایتخت کشور افغانستان طی نامه‌ای خطاب به سازمان همکاری‌های اسلامی خواست تا با ارتباط و رایزنی و اعمال فشار علیه حکومت سعودی زمینه بازسازی حرم مطهر ائمه بقیع علیهم السلام در شهر مدینه منوره را فراهم ساخته و مباحث تخصصی ایدئولوژیکی را به اهل علم در حوزه‌های علمیه واگذارند. در بخشی از این نامه که به زبان عربی منتشر شده آمده، بدون شک بازسازی حرم اهل بیت علیهم السلام در جنت البقیع مانند اقدام دولت مصر در بازسازی مسجد رأس الحسین علیه السلام در قاهره موجب بهبود روابط دولت سعودی با دیگر کشورها می شود و به مثابه استجابت دولت عربستان به درخواست میلیون ها مسلمان در جهان خواهد بود. در همین راستا گفتگوی دارم با حجت الاسلام و المسلمین سید علی حسن حسینی خراسانی عضو دفتر آیت الله العظمى شیرازی در کابل. سلام، وقتتون بخیر. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله و الصلاه على اهلها، اللهم عجل لوليكل فرج و علیکم السلام و رحمت الله. کمی از جزئیات نامه‌ای که به سازمان همکاری اسلامی نوشتید بفرمایید. سلامت باشین ان شاء الله. ما در طی این نامه در عالم واقع به یک سلسله ادله پرداختیم از سیره از زمان پیامبر تا زمان خلفای اسلامی و همچنین قرآن کریم و اجماع و مخصوصا تمدن فعلی و درخواست های میلیونی که فعلا وجود داره، در حقیقت خواستیم که این اجماع وجود داره. بعد با وجود این اجماع لازم هست و تمدن اسلامی لازم هست که باید یک اقدام در این جهت انجام بشه. بله، با توجه به تغییر نسبی سیاست‌های حکومتی آل سعود، چقدر احتمال پاسخ مثبت دادن برای بازسازی حرم بقیع وجود داره؟ در جواب این سوال باید توجه کرد که عوامل عدم پذیرش چی هست و ممکن است اون عواملی که این پذیرش رو بخواهد چی هست. برای عدم پذیرش حالا مسائل کلان سیاسی فرامنطقه‌ای و همچنین مسائل فکری اعتقادی وجود داره که ظاهرا به نظر می رسد فعلا کاهش پیدا کرده، اما از اون طرف عوامل پذیرش مسائل سیاسی خود در اون منطقه هست و همچنین درخواست های میلیونی و مسائل اقتصادی برای این کشور هست. با توجه به این اطاف هایی که همه حکومت آل سعود در دوران گذشته از ناحیه حکومت از خودشان نشان داده و همچنین کمرنگ شدن مسائل سیاسی فرامنطقه و تحولات خود منطقه، به نظر میرسه که پذیرش بازسازی حرمهای مبارکه هرچه ممکن باشد و سریعتر انجام بشه، ولی ممکن است زمان ببرد. ممنونم. سید علی حسن حسینی خراسانی از کابل با ما بودند.